درود و مهر بر تک تک شما دوستان عزیز. میدونید که بادمجون شکم پر یکی از غذاهای خوشمزه و محبوب بین ایرانی هاست، البته مجلسی هم هستش. تو این آموزش ما یه بادمجون شکم پر فوق‌العاده بی‌نظیر درست کردیم با یه عطر و طعم و مزه عالی. طعم بهشت میده. چرا؟ چون توش بادمجونه. این غذای خوشمزه رو در کنار نون و برنج میشه سرو کرد و هر کدوم که باب طبعتون باشه میتونید با همون میلش کنید. ما یه چلوی دو رنگ زعفرونی با یه تعدیق حلزونی جذاب درست کردیم که دلم نمیاد اصلا به این برنج دست بزنم. یه کوچولو از بادمجونش تست میگیرم تا بعدن سر فرصت به قول همسرم بزنیم بر بدن. جای همگیتون خالی، ظاهرش هم ببینید. من از همین گوشش یه مقدار برمیدارم. به به، سوسش فوق‌العاده بی نظیره و یه عطر عالی داره. بانونم میتونم بخورم و هرچند خالیش بهتره. جای همگیتون خالی. فوق‌العاده است. هرچی بادمجون شکم پر تا حالا پختید دستتون درد نکنه، یه بار اینو بپزید و به خودتون دست مریضات بگید. توی این آموزش قراره با هم یه بادمجون شکم پر خوشمزه و عالی درست کنیم. به همین منظور من 3 تا دونه بادمجون در نظر گرفتم که قد و قواره‌اش تقریبا یکسانه. 200 گرم گردوی آسیاب شده، ربع انار، سبزی دلار شمالی. دیگه هر مارکتی که محصولات گیلان و مازندران رو بفروشه اینو داره. یه دونه پیاز، سیر مقدار لازم، 2 تا گوجه فرنگی. این ماست هم گذاشتم برای رومال کردن بادمجونم که روغن کمتری رو حین سرخ کردن جذب کنه. بریم کارمون رو با پوست کندن بادمجون شروع کنیم. اندازه موادی که خدمتتون عرض کردم برای 3 تا بادمجون با این قد و قواره کافیه. اگر شما خواستید تعدادش رو بیشتر کنید، اون موادی رو که برای این غذا لازمه مقدارش رو زیادتر در نظر بگیرید. من این گل سر بادمجون رو میگیرم، انتهاشم میچینم و سر و ته پوستش میکنم. سعی کنید بادمجوناتون تازه باشه تا تو پوست کندنش راحت تر باشید. پوست بادمجون که پژمرده بشه قشنگ از کار در نمیاد. اگر احیانا بادمجونتون پژمرده شد میتونید بذارید توی آب سرد که یه خورده تراوت پیدا بکنه تا راحت تر بتونید پوستش رو بگیرید. لازمم نیست که شکافی درش ایجاد بکنیم. این باید بعد از سرخ شدن یه شکاف بزنیم توی شکمش. پس اون دوتای دیگر هم پوست میکنم. ترجیح میدم که روی بادمجونا نمک بپاشم تا به روش معمول مزه‌دار بشه و اون آب زرد میان بافتی بادمجون ازش خارج بشه. میتونید که بادمجون رو توی آب و نمک هم بخوابونید. یه چیزی حدود نیم ساعت به همراه این نمک استراحت کنه کافیه. شروع پخت و پزمون با سرخ کردن بادمجونا شروع میشه. یه مقدار کم روغن میریزم توی تابه. چون بادمجونا رو ماسمالی کردم قاعدتا روغن زیادی جذب نمیکنه، همین مقدار کافیه. به کمک یه براش سطح روی بادمجون رو با اون مقدار ماستی که داشتم قشنگ ماسمالیش کردم. اینجوری روغن کمتری جذب میکنه، خوش رنگ ترم میشه. خب اینا رو میچینم توی این تابه که با حرارت مناسب اطرافش رو سرخ کنم. نگاه کنید با این کاری که برای بادمجون انجام دادیم مقدار روغنی که توی تابه خوردیم فرقی نکرده. به همین میزان تمام قسمت‌های بادمجون سرخ بشه کافیه، چون این بادمجون قراره توی یه پروسه پخت دیگه قرار بگیره. به همین خاطر لازم نیست که حتما در حین سرخ شدن کاملا مغز پخت بشه، ولی شعله هم پایین باشه که بادمجوناتون نسوزه. بادمجونم آماده است و میزان سرخ شدگیش هم جوابگوی کارمونه. اینا از توی تابه جمع میکنم، روغنش هم میریزم بره، چون میخوام تو همین تابه
سوسش رو آماده کنیم و همینطور مواد میانیش رو. روغن تاور رو خالی کردم، توشم با یه دستمال تمیز کردم. حالا یه کوچولوی کم دیگه توش روغن میریزم، با همین مقدار میخوام پیازم رو سرخ کنم. یه دونه پیاز داشتیم دیگه، من اینو نگینی خیلی ریز خورد کردم، شما اگه دوست داشتید میتونید رنگش کنید. اینو فقط تا جایی که سبک و نیمه طلایی بشه و همراه همین مقدار روغنی که ریختم تفت میدم. پیازمون در این حد که سرخ شد، نوبت اضافه کردن سیره. 4-5 تا حب سیر داشتم که داخل این له میکنم. میتونید رندش هم کنید، هیچ فرقی نمیکنه. این سیر یه عطر فوق‌العاده‌ای به این غذامون میده. سیرم یه تفت مختصری میدم. و حالا یه مقدار زردچوبه اضافه میکنم. این هم از فلفل سیاش. از اینجا به بعد خیلی اینا رو با همدیگه تفت نمیدیم و کاری که میخواییم انجام بدیم اینه: گردوی آسیاب شده رو بهش اضافه میکنیم. گردون زبره، خیلی لهش نکردم. با حرارت کم به همراه سیر و پیاز تفتش میدم تا گرم بشه. به مواد داخل شکم بادمجونمون و سسمون نمک نمیزنیم، چرا که من میخوام از دلار استفاده بکنم. به دلار نمک سبزم میگن که شامل سبزیهای معطره. نگاه کنید، یه قاشق مرباخوری کافیه. دیگه این محصولات شمال و بیشتر فروشگاه هایی که به صورت آنلاین کل سبزیجات و رب انار و محصولات گیلان رو میفروشن دارن عرضه میکنن. اگرم نداشتید میتونید از سطح شهر هر فروشگاهی که محصولات شمال داره بخرید. و باز عزیزانی که خارج از کشور آموزش های ما رو میبینن میتونن به جای این سبزی از نعنا و گیشنیز و جعفری استفاده کنن. فقط این که بایستی بریزن توی مولینکس کاملا لهش کنن. من اینجا یه قاشق پر رب انار دارم، اگر نداشتید از رب آلوچه هم میتونید استفاده کنید، فرقی نداره. شولرم از اینجا به بعد خاموش میکنم. همه این مواد با هم دیگه هم میزنم در حدی که کاملا مخلوط بشه. مواد بادمجون شکم پرمون اینجا آماده است. دقیقا باید یه همچین بافتی پیدا بکنه. خب من نصف اینو بر میدارم و نصف دیگر رو میذارم توی تاوه بمونه. این مقدار واسه تو شکم بادمجونامون، این مقدارم برای سس غذایی خوشمزم. دو تا دونه گوجه داشتیم که پوستش رو گرفتم و پورش کردم، اضافه میکنم به این مواد. این پوره گوجه فرنگی یه طعم فوق‌العاده‌ای بهش میده. اینا رو هم بزنم تا بافتش تو پوره باز بشه. یه لیوانم آب و یخ دارم، میریزم توش تا یه شوکی به این بده. آروم همش میزنیم تا گردومون توی این آب و یخ باز بشه. دقیقا چیزی شبیه این. شعله زیر تاوه رو روشن میکنم با حرارت کم. اجازه میدم این شروع به جوشیدن بکنه. تا این قولی بزنه ما هم میریم چیکار میکنیم؟ تو شکم بادمجونامون رو پر میکنیم. این از بادمجونای سرخ کردمون که من الان به کمک نوک این کارد یه شکاف میدم بهش. فقط شکاف در حدی باشه که چاقو یه کوچولو اینو باز کنه، به انتهاش نخوره که پاره بشه. یه روزنه که ما به درون شکم بادمجون بتونیم راه پیدا کنیم. خب من به کمک یه دونه قاشق چای خوری اینو باز میکنم. اگه دونه اضافه ای هم داشت به این صورت. نگاه کنید،
ازش در میارم، فضا رو خالی میکنم تا از مواد خوشمزه که درست کردیم داخل شکمش رو پر کنم. دقیقاً به همین حالت. یه خورده با نوک انگشتام فشردهش میکنم و بعدی رو هم به همین شکل آماده میکنیم. این یکی دونه ای نداره داخلش، شکر خدا. فقط یه خورده گوشتاش رو به اطراف هدایت میکنم تا جا برای موادم باز بشه. این مواد فوق العاده خوشمزه است. شما حساب کنید اگر این بادمجونا تو اون سسم بپزه چه شود. این هم از دومیش. شکم بادمجونا رو پر کردم، با پشت قاشقم هم فشار دادم که قشنگ فشرده بشه. یه کوچولو هم زیاد اومد که میریزم داخل سسش. بادمجونامون اینجا آماده است که بره توی اون سوسی که براش درست کردیم. نگاه کنید چقدر خوشگل شد. سوسمون ریزه ریزه داره برای خودش جوش میخوره و من الان با احتیاط بادمجونای خوشگل شکم پرمونو میذارم توی این سوس. از اینجا به بعد این تاوه رو انتقال میدم به یه شعله کوچیکتر، اونم با در نیمه باز که گردمون بپزه و سسمون روغن بندازه. به این شکل یه نیم ساعتی هستش که با در نیمه باز بادمجون شکم پرمون تو این سس خوشمزهش داره ریزه ریزه جوش میخوره. عین کارم من از این سسش ریختم روش. کار ما اینجا دیگه تموم و غذامون آماده است. بیشتر از اینم لازم نیست که بجوشه. سسمون به یه غلظت مناسب رسید و آماده سرو کردنه. به شدت بهتون پیشنهاد میکنم این بادمجون شکم پر خوشمزه رو بپزید که در کنار یه چلوی زعفرونی یا نون سنگک یه گزینه فوق‌العاده عالی و خوشمزه واسه یه وعده غذای کامله. میخواهم قدردانی کنم از تمام کسانی که حضورشان در جهانم نوریست در بی نهایت تاریکی، از آنان که به واسطه تعلق خاطر دوست نام میگیرند و از آنان که خانواده اند و عزیزند و رفیق ترین، و از آنان که نسبتی ندارند با من و نزدیک ترند به من. بدانید که برای شماست که دیر پاترم در مقابل ناملایمات روزگار و سخت جانترم در برابر جهان. آدمی بدون دوست، رفیق، خانواده، آدمی بدون عزیز کسی بودن، بدون دوست داشتن، به کدامین انگیزه دلخوش باشد؟ با کدامین توان بجنگد و در کدامین جغرافیای امید زیست کند؟ با که حرف بزند؟ با که بخندد؟ و اشک ها و لبخند هایش را با کدامین آغوش امن و پذیرنده به اشتراک بگذارد؟ آدمی زنده است به دلخوش بودن عزیزانش. آدمی را آدمیت لازم است.